بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. درس خارج فقه آیت الله العظمی سید صادق حسینی شیرازی پس از تعطیلی درس ایشان به مناسبت ایام حزن و عزای اهل بیت علیهم السلام از روز شنبه ده ربیع الاول 24 شهریور 1403 اثر گرفته می شود. علما و فضلای حوزه های علمیه می توانند از تاریخ مذکور از محفل علمی آن بزرگ مرجع دینی بهره‌مند گردند. شایان ذکر است علاقمندان علم و فقاهت در سرتاسر جهان نیز می توانند فایل صوتی درس خارج فقه معظم الله را از طریق کانال تلگرام رادیو مرجعیت دریافت نمایند. وزارت کشاورزی عراق کمپینی را برای کاشت درختان در جاده نجف اشرف شهر مقدس کربلا با بیش از 1,000,000 نهال راه اندازی کرد. گفتنی است این اقدام با هدف بهبود ساختار زیست محیطی این مسیر حیاتی که میلیون ها زائر از داخل و خارج از عراق از آن استفاده می کنند خبر داد. در همین راستا عباس المالکی وزیر کشاورزی عراق بر اهمیت جاده یا حسین و یا علی در مسیر شهر مقدس کربلا به نجف اشرف و بالعکس تاکید کرد و استفاده از درختان همیشه سبز را که شوری و دمای بالا را تحمل می کنند ضروری دانست. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که حدود 1/3 از نوجوانان یهودی در سرتاسر جهان در واکنش به افزایش یهودی ستیزی از پوشیدن نمادهای ظاهری این دین مانند گردنبندهای گیپور یا ستاره داوود دست کشیدند. این مطالعه که توسط یک مؤسسه و در همکاری با وزارت امور دیاسپورا و مبارزه با یهودی ستیزی اسرائیل انجام شده میگوید دانش آموزان یهودی به دلیل خصومت در محیط‌های مدرسه ترجیح می‌دهند نمادهایی را که نشان می‌دهد آنها یهودی هستند پنهان کنند. این روند از زمان حمله اسرائیل به نوار غزه که به کشته شدن بیش از 40,000 فلسطینی انجامیده شدت گرفته است. با وجود تلاش‌ها و درخواست‌های بین‌المللی برای پایان این جنگ، بنیامین نتانیاهو و دولت دستراستی او همچنان به حملات خود که روزانه ده‌ها نفر را به قتل می‌رسانند ادامه می‌دهند. پژوهشگران تاب‌آوری روانی را با مشاهده و سنجش میزان پشتکار، آرامش حاصل از احساس هدفمندی، اتکا به خود و رویارویی فردی با موارد خاص ارزیابی می‌کنند. پژوهش محققان دانشگاه سونیاتسن که در نشریه سلامت روان BMG متان هلت منتشر شده است نشان می‌دهد افرادی که تاب‌آوری و مقاومت روانی بالایی دارند احتمالاً عمر طولانی‌تری هم دارند. به گزارش ایندیپندنت، محققان میان تاب‌آوری روانی شرکت کنندگان و مرگشان با هر دلیلی ارتباط پیدا کردند و متوجه شدند تعداد مرگ در میان کسانی که تاب‌آوری روانی بالاتری داشتند کمتر بود. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که در میان زنان به دلیل قابلیت تاب‌آوری روانی آنان تعداد مرگ کمتر از مردان بود. مطالعه جدیدی که در نشریه فرانتیزن نوتریشن منتشر شد نشان می‌دهد که نوشیدن قهوه بر تغییرات بافت عضلانی ناشی از افزایش سن تأثیر مثبت دارد. این مطالعه جدید به طور خاص نشان می‌دهد که نوشیدن قهوه احتمالاً از بیماری اسکلتی عضلانی سارکوپنی که با افزایش سن توانمندی جسمی، توده عضلانی و عملکرد ماهیچه را به خطر می‌اندازد، جلوگیری می‌کند. لوک کیم، پزشک متخصص سالمندان در کلیولند، طی اظهاراتی گفت این مطالعه مشاهده‌ای به ارتباط مثبت مصرف قهوه و شاخص توده عضلانی پی برد.
شنیده کلاس کارشناسان تاکید میکنند که این مطالعه برای همه افراد صدق نمی کند و میان مصرف قهوه و توده عضلانی بیشتر در افرادی که شاخص توده بدنی BMI بالاتری دارند ارتباطی پیدا نشد.